جناب ایمان سلیمانی امیری یار روشنگری درود بر شما من هستم باز در خدمت شما هستم برای پیگیری گفتمان بسیار بسیار مهمی که در جلسات پیش با همدیگر داشتیم دو نفری اشاره به برنامه های سال قبل و سال پیش از اون نیست هدف اصلی این برنامه شیوه انتقال ایران از سنت به مدرنیت است و محتوای این انتقال چه باید باشد آیا آن گونه که برخی از اهل سیاست و طرفداران قدرت بیان می کنند ما باید به عصر مشروطه و انقلاب مشروطه برگردیم یعنی 120 25 سال برگردیم عقب دوباره از صفر آغاز کنیم آیا بشود آیا نشود برای گذر از واپس ماندگی و واماندگی سیاست در ایران احزاب در ایران اقتصاد در ایران گفتمان های اجتماعی و توسعه سیاسی در ایران ما چه راهکارهایی در پیش داریم یعنی آیا مردم سالاری آزادی و سکولاریزم یعنی جدایی دین از حکومت باید مقدمه باشند یا باید فرایند تحولات باشند اما این تحولات رو چه کسانی میخواهند انجام بدن دولت ها و حکومت ها خب از مشروطه به این سو همشون نشون دادن که نه اهل این حرفا هستن نه رو دارن و نه درک صحیح و کامل از این قضیه دارن آیا مردم باید این تحول رو انجام بدن کدوم مردم مردم که یک دست نیستن بنابراین بار سنگین این تحول احتمالا به گرده بخشی از مردم که توان رهبری جامعه رو دارند خواهد افتاد یا نه این کار رو باید نخبگان سیاسی انجام بدن اونها دار بشوند. جلو بیفتن و حرکت کنن اما در جمهوری اسلامی کنونی نخبه ای که سخن از گذر از جمهوری اسلامی بگوید نابود می شود تعارف هم ندارم و بیرون از جمهوری اسلامی طرفداران استبداد سیاسی و نواندیشان دینی بزرگترین موانع هستند و با چما و ناسزا جلوی هر گونه آگاهی عمیق رو میگیرن و حتی با اینکه نکند روزی روزگاری دین از صحنه سیاست و جامعه عقب نشینی کنه به جایگاه و پایگاه خودش مسجد یا خانه یا قلب هر کسی برگردد هم از این هم وحشت کنم و جلوش رو میگیرم. اینا مسائل بسیار مهم است که من نمیخوام همهش رو باز کنم برای اینکه فرصت برنامه گرفته میشه اما در یک موضوعی که بحث روز هست و با عنوان سکولاریسم یا جدایی دین از نهادهای حکومتی و مدنی نام گرفته و ترجمه شده ما دچار نوعی سرگردانی مفهومی هستیم من این رو میبینم حتی نخبگان سیاسی برخی ها میگن آه سکولاریسم نیچی ما چه نیازی به سکولاریسم داریم این در تاریخ باستان ما در داستان جمشید هست این رو که من میگم وجود داشته در رادیومانی هم دوستان من اومدن و بیان کردن یه دو میگن این دشمنی با دین است شما اسمیشو گذاشتین جدایی دین از سیاست ولی این دشمنی است با دین مبین اسلام با روحانیت با اتحاد بین سلطنت و روحانیت که یک سنت دیرینه است به ویژه از دوره ساسانیان به این سو و هر کس یک دلیلی میاره شما در برنامه پیش اشاراتی کردید به معنا و مفهوم سکولاریسم و امروز من از شما خواهش میکنم مفاهیم گوناگون سکولاریسم رو باز کنید و بینندگان ما نزدیکتر بشوند به آنچه که معنای واقعی و در عمل اتفاق افتادنی سکولاریسم در ایران هست و اینکه چونه باید این پیاده شود در خدمت شما هستم بسیار خوش آمدید به برنامه شما رو میشنم بفرمایید درود بر شما سرور گرامی جناب مانی عزیز عرض ارادت و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی خب با توجه به اینکه سال مسیحی هم در حال اتمامه امیدوارم سال آینده برای مسیحیان در هر کجا که هستن سالی تو هم با آرامش و پیروزی باشه در مورد بحث سکولاریسم مقدماتی رو در نوبت پیشین عرض کردیم دلیلش هم همین است که وقتی به بحث توسعه و نوسازی میرسیم در بزنگاه هایی وارد دورانی میشویم که برخی از معلفه ها نمایانگر بحران مشروعیت هست <تصفح> بحران مشروعیتی که دامنگیر حاکمانه دامنگیر ساختارهاست، قوانین ارزش هاست نقش هاست و سکولاریسم یکی از اون ما نوبت پیشین مقدماتی رو عرض کردیم یکی دو مورد رو هم ذکر کردیم ولی بعد نیست اینجا به اون موارد بپردازیم آقای لری شاینر سعی میکنه توضیحات محتوایی در شش تعریف یا شش محتوا رو که در طول این دوران توسط جامعه شناسان، حقوقدانان، روانشناسان آلمان الهیاتی و دیگران عرض شده رو دستبندی بکنه بخش هایی با هم قرابت محتوایی داره قرابت معنایی داره مصادیقشون شبیه به همه در جاهایی هم اختلاف دارن ولی میتونه به ما کمک بکنه که ما وقتی صحبت از سکولاریسم میکنیم مقصود چیه و بعد اون رو با جامعه خودمون تطبیق بدیم به عنوان یک نقشه راه اگر به دنبال نوسازی هستیم اگر به دنبال توسعه هستیم اگر به دنبال تمدن بزرگ هستیم آیا واقعا داریم طبق اون نقشه راه حرکت میکنیم یا راه دیگری رو داریم میریم تا ما ندانیم این محتوا و طرح و برنامه و نقشه ها چیست چه بسا در دام شعارها بیفتیم یعنی فکر کنیم آقایی که صحبت از این میکند که میخوایم به سوی تمدن بزرگ بریم به سوی توسعه و نوسازی بریم حتما داریم میریم ما نمیدانیم در حالی که نه هر ادعایی و عملی باید منطبق با طرح و نقشه راه باشه ببینیم آیا واقعا داریم در اون راه میریم یا نه امروز بحثمون پیرامون همین مسئله خواهد بود و اگر هم فرصت بکنیم که خب چند سند هم ارائه خواهیم کرد یه دیدگاه دیدگاه افرادی مثل های هاوارد بیکر افرادی که معتقدن سکولاریسم یعنی حرکت از یک جامعه دینی به سمت یک جامعه کاملا دنیایی اما ویژگی جامعه دنیایی یا سکولار چیه از نظرهای هوار بکر؟ این است که شما به شکل اقلانی به سمت گرایی برید. چیزی که در جهان سکولار حاصل اندیشه انسان هاست و برای انسان. یعنی ما اگر نهاد میسازیم اول فکر میکنیم که این نهادی که ما ساختیم به نفع ما هست یا نیست؟ به کار انسان ها میاد یا نمیاد؟ اما در نگاه دینی نهادها برای فایده انسان ها نیستن برای عبودیت و خاکساری انسان ها هستن خداوند احکام نازل کرده انسان باید اون انجام بده اگه نده تاوانش رو خواهد دید. این تاوان و جزا حاصل این است که شما در برابر خدا تقیان کردی چون این احکام نشانه عبودیت نشانه بندگیه ممکنه منفعتی هم برای انسان ها از بعضی جهات داشته باشه اما این منفعت فی حد ذاته برای انسان نیست همین دلیل انسان نمیتونه تغییر بده یعنی اگر خدا جهاد رو مقرر کرده شما نمیتونید بگید امروز جهاد فایده ای نداره بذاریمش کنار نه شما با تعطیل کردن احکام الهی به نوعی در برابر خدا تقیان میکنید و در نتیجه در روز قیامت به عنوان کسی که مؤمن و مسلمان نیست نمره مردودی میگیرید و بعد باید برای یک زمانی نامعلوم در جهنم باشید این نگاه نگاهی است که آیه هوارد بکر مطرح می آی میلاند هم تقریبا به همین مسئله اشاره داره یعنی آی برنارد میلان البته نگاه او این است که ما در درون این جامعه سعی می نهادهای سنتی رو هم از نظر اقلانی بسنجیم یعنی اگر پدران ما 500 سال قبل فکر میکردن این نهادها این نقش ها و این ارزش ها مفیده آیا واقعا برای ما امروز مفیده یعنی فایده ای داره یا نه باید بسنجیم اینها بنابراین یک دیدگاه این است که برای رسیدن به سکولاریسم شما معلفه اصلی شما انسانه و آنچه که برای انسان مفیده برای انسان میتونه مؤثر باشه خب این یه دیدگاه دیدگاه دوم دیدگاه افرادی است مثل سای مکس وبر که اونها معتقدند یک جامعه سکولار یک جامعه است که در اون افزون زدایی شده از امور ماورایی یعنی شما پدیده های طبیعی رو نگاه میکنید علت و معلولش برای خود انسان هاست در همین دنیاست. نیروی خارق سرنوشت ما رو تعیین نکرده باد و طوفان و خدایان انواع و اقسام طبیعت نیستن که زندگی ما رو رونق میدن میکنن نه ما میتونیم دخل و تصرف بکنیم وقتی علت پدیده ها رو بدونی میتونیم اون پدیده ها رو به نفع خودمون تا جایی که توان داریم در اختیار بگیریم دریا رو میبینیم ازش استفاده میکنیم طبیعت رو میبینیم ازش استفاده میکنیم اگر کشت و زر ما به جایی نرسید حاصل این نیست که تقدیر ما از قبله نه اگر ملتی بودیم بدبخت بودیم علتش رو باید در خودمون جستجو بکنیم سرنوشتی نیست که خدا مقرر کرده حاکمان ما بر اساس تقدیر الهی نیامدن چیز خاصی هم ندارن کتاب ها رو خودمون میفهمیم تبعین کنندش کشیشان نیستن ما این مفاهیم رو میدونیم میفهمیم این یه دیدگاه دیدگاه دیگر این است که اساسا سکولار شدن یعنی افول دین یعنی نمادهای دینی باید به کنار بره ارزشهای دینی دیگه باید بره کنار نوع نقش هایی که دین تعریف کرده باید کنار بره بنابراین در اون بستری که ما وجود داره دیگه علم دینی معنی نداره که ما در کتاب های خودمون بگونجونیم نقش های دینی معنی نداره که یک نفر مرجع تقلید باشه شما در امور زندگی خودتون از این آقا تقلید بکنید یه رساله رو جلو شما بذاره بگه فهم اونتون مقدس با منه سعادت شما هم در اینه که نماز رو اینجوری بخونید روزه رو اینجوری بگیرید نزورات رو اینجوری بدید بنابراین افول دین هم جای خودش رو داره دیگری دنیا گرایی است یعنی ما سعی بکنیم معلفه ها رو بر اساس امور عقلانی و دنیوی یعنی اخلاق دیگه اخلاق الهیاتی نشه اخلاق گفتمانی است خودمون هستیم که اینها رو تبیین میکنیم نهادها نهادهای دنیوی است ما دیگه حاکمی که میخوایم باید برای ما کار بکنه نه اینکه ما رو به سمتی ببره که خدا میخواد چون این تعریفی بود که در گذشته انجام میشد یعنی ایده می اومدند و میگفتن که مقصود از حکومت این است که شما رو به سمتی ببره که شهر خداست مدینه فاضله است مدینت النبی اون مقصد خداییه وگرنه اینکه که جامعه به هر سمتی که خودش میخواد هدایت بشه مقصود خدا نیست این هم یه تعریف دیگری است از بحث های محتوای سکولاریسم دیگری بحث است که تبدیل میکنه نهادهای فکری و ساختاری رو به اینکه از معلفه های دینی باید خودش رو خارج بکنه یعنی علم دانش معرفت در حوزه سکولار شدن این است که شما دانشگاه ها رو دیگه آلوده به مسائل دینی نکنید چون در اونجا حوزه علمی است ذهن یک انسان وقتی میخواد کاری رو انجام بده بر اساس مسائل دینی نیاد نسخه بنویسه امور رو هدایت بکنه بگه خب حالا اگر خدا خواست ان الله اگر خداوند تمایل داشت یا ساختارها رو با نهادهای دینی تطبیق نده مثل مثلا شورای نگهبانی که ما داریم یه مجلس داریم قراره اساسش بر سکولار بودن باشه یعنی اوغلای جامعه بنشینن فکر کنن یه قانونی تصویب کنن بگن آقا این قانون رو ما میخوایم برای جامعه ما خوبه اما وقتی یک نهادی رو شما در ساختاری به نام شورای نگهبان میگنجانی که وظیفه‌ش هم اینه که بیاد نگاه بکنه ببینه آیا این قانونی که شما گذاشتید منطبق هست با شرع مقدس اگر هست میپذیره اگر نه نمیپذیره بنابراین اون ساختار ما که سکولار نیست یک الهیاتی یا متمم اصل دوم قانون اساسی مشروطه که در اونجا اشاره شد که پنج نفر از فوقه ها باید نظر بدن نسبت به مصوبات خب نشان میده که قانون اساسی مشروطه قانون سکولار نیست ما کاری نداریم که اجرا شده یا نشده بحث بر سر این است که شما حتی این نمادها رو هم باید بردارید به شکل فرمالیتش هم دیگه نباید بمونه که آقا چهار تا فقیه پنج نفر فقیه بیان و اونجا نظر بدن که بله بفرمایید رسانه ها آیا در رسانه ها باید آموزش دینی داده بشه آیا معلمان و نمیدونم برنامه های مختلفی بیارن اخلاق در خانواده یا آخوندی رو دیدی دیگه رسانه های میارن می اونجا ایشون داره یاد میده که زن با شوهر چطور بر مبنای مسائل اسلامی برخورد یا شوهر چگونه با مسائل اسلامی با خانوادهش برخورد یا روابط درون خانواده ها چگونه باید بر اساس اخلاق باشه آیا رسانه به عنوان یک مسئله ملی باید در اختیار امور دینی قرار بگیره نه همه اینها در یک جامعه سکولار باید بری کنار یعنی ما نمیتونیم بگیم خب حالا از اینجا چشپوشی میکنیم حالا اون رو نادیده میگیریم حالا اون بخش رو توجه نمیکنیم اما داریم به سمت سکولاریسم حرکت میکنیم نه نشدنیست. اینها تابلوهایی هستند که در میانه را شما نگاه میکنید میبینید نه داریم به انحراف میریم این مسیر ما نیست و نخبگان و روشنفکران باید در برابر این بیست بیستن دیگر نکته ای که در تعریف سکولاریسم هست بحث جابجایی باورهاست یعنی کاری که شاید نواندیشان دارن انجام میدن یعنی یه باورهایی ما داریم در دین هست اینها سعی میکنن این باورها رو دنیویش میکنن این کار در مسیحیت انجام شد مثلا شما در اخلاق پروتستانی مکس ریبر و دیگران اینو شهر دادن از زمان لوتر و علل خصوص کالون آغاز شد بحث در مورد اینکه ما کار رو از جوهر دینیش بیرون بیاریم به شکل دنیویش در بیاریم یعنی بگیم خداوند از شما راضی است اگر کار زیادی بکنید اگر پسنداز زیادی بکنید اگر تولید ثروت بکنید یکی از دلایلی که جوامع پروتستان خیلی پیشرفت کردن نسبت به کاتولیک همین دنیایی کردن مفاهیم الهیاتی بود یا در اخلاق پروتستانی سعی میشه بعضی از مفاهیم کاملا دنیوی بشه مثلا سعادت آخروی شما نشانه دنیوی هم داره و اون نشانه اینه که شما پولدار باشی شخص مفیدی برای جامعه باشی تولید ثروت بکنی بنابراین این به شما کمک میکنه که کارهای مختلفی رو انجام بدید بنابراین این پنج 6 مورد مسائلی هستن که ما میتونیم نگاه بکنیم که یک جامعه ای داره به سمت سکولار شدن خب این وظیفه چه کسانی است سکولار شدن وظیفه هم حاکمان یعنی دولت هم نخبگان و هم مردم اما در اینجا یه نکته ظریفی هست چرا مانی من اینو توضیح باید بدم آقای پیتر برگف به این مسئله عنایت داره یعنی میدونه که جهان در حال سکولار شدنه ولی دو نکته رو میگه که بسیار دقیقه میگه سکولار شدن الزاما به این معنا نیست که همه مردم اون رو میپذیرن یه عواملی وجود داره که سبب میشه مردم در برابر سکولاریسم مقاومت بکنن حالا ریشش رو به کجا برمیگردونه اولین ریشه برمیگرده به این که جوهره سکولاریسم که مدرنیته و این مسائل هست روشنگری توسعه نوسازی مدرنیته بر شکاکیته یعنی شما دائما شک میکنید به وضعیت فعلی شما یادتون هست من عرز کردم ابتدا مثلا یک معنای سکولاریسم فایده گرایی است یعنی ما امروز من و شما میشینیم یه نهادی تربیه میکنیم اما به مرور زمان فکر میکنیم که آیا این نهادی که ما الان چیدیم دو سه سالم گذشته آیا مفیده واقعا کار کرده یا باید عوضش بکنیم درسته یعنی دائما این شک رو با خودمون داریم در حوزه علم هم همینه هم نهادهای دانشگاهی گرفته نهادهای حکومتی گرفته دائما دارن نسبت به تصمیمات خودشون شک میکنن اونها رو اصلاح میکنن اونها رو بهبود میدن این اساس بحث مدرنیته است اما دین اینطوری نیست دین یه یقین به شما میده میگه این دستور احکامه تا ابد هست این حکمت خداست حکمت خدا رو که نمیشه دستن کلمات خدا رو که نمیشه تغییر داد تعابیر قرآنی برای بنابراین شما همیشه در یک قطعیت و یقین زندگی میکنید بسیاری از مردم آی پیتر برگر میگه بر این مسئله عادت میکنن چون در جامعه سنتی زندگی میکنی در جامعه سنتی بسیاری از این ارزش یقینی هست چون قدمت دارن ما ریشه هاشو نمیشناسیم میگیم خب تا بوده همین بوده از اول همینه اگر نیاز به تغییر بوده بزرگان ما دست میزدن پدران ما تغییرش میدادن ما باید از اونها پاسداری کنیم از اون سنت ها از اون ادبیات از اون نوع فرهنگ و هنر و اسطوره ها باید پاسداری بکنیم اگه فلانی در اسطوره های ما گردن پسرش رو میزنه چیز بدی نیست اگر فلانی عبد پادشاهه چیز بدی نیست اگر مولای ما گردن کفار رو اینا رو میزنه چیز بعدی نیست سنت هایی بوده که دست نخورده ارزش هایی هست که دیگرگون نشده اگر نیاز بود خب دیگرگون میکردن این فکر در ذهن مردم همیشه میکنه که نه این که من دائم در مورد نقش ها و ارزش ها و ساختارها در شک و تردید دائم باشم از نظر روانی انسان ها رو آزار میده به خصوص انسان هایی که در درون یک جامعه سنتی تابع میل بسته های عقیدتی هستند که به اونا داده شده و اونا دوست دارن تو این ارزش ها ثابت قدم باشن اتفاقا این رو افتخار خودشون میدونن این مسئله از خود بیگانگی و نمیدونم چیزهایی که در میارن برای همین مسائله که آقا ما یه چیزی خودمون داریم باید دو دستی اونو بچسبیم اگه یه فکری از یونان آمده اگه یه فیلسوف اروپایی گفته چیز غلطی است درست چیزی که فردوسی گفت درست چیزی که حافظ گفت سعدی گفت بدون اینکه حتی یه شک کنیم که آقا شاید سعدی در کنار صد تا حرف خوب دو طرف غلط هم زده در حالی که اونها رو از خودمون میدونیم از قبیله خودمون میدونیم و به اونها بیشتر اعتماد داریم دیدگاه سنتی و قبایلی و توسعه نایافته همینه همیشه نسبت به نزدیکانمون اعتماد داریم اگر یک نفر دیگری از قبیله دیگر از نوع اندیشه دیگر به ما یک نصیحتی بکنه میگیم نه او بعد ما رو میخواد آقای پیتر برگر معتقده که بخشیش برمیگرده به این مسئله که انسانهایی که متزلزل میشن در درون اون شک همیشگی ترجیحشون اینه که یقینهای غلط گذشته خودشون رو نگه دارن به همین دلیل همراه با سکولاریسم یک ضد سکولاریسم هم ایجاد میشه که پاسداران نهادهای سنتی میتونن بر روی سوار بشن چیزی که بخشی از مسئله انقلاب پنج هفت توجیه می دومین دیدگاهی که آی پیتر برگر میگه اینه که اساسا مدرنیته یک بحث نخبه سالاره یعنی کسانی که این مفاهیم رو میفهمن از میکنن درک میکنن ازش پاسداری میکنن این نخبه سالاری و نخبه گرایی و نخبه پسندی سبب میشه که عوام جامعه توده ها افراد سطح پایین یک نگاه سوء زنانه نسبت بهش داشته باشند یعنی احساس کنن که این هم یه معلفه که یه گروه میخوان بر ما سوار بشن سلیمانی میخواد آداب و رسوم ما رو حذف کنه سلیمانی میخواد ما اون ایرانی اصیل نباشیم اگه میگه بیا مدرن شو ببین میگه حافظ رو بذار کنار سعدی رو بذار کنار فیروسی رو بذار کنار بیا به چسب فلسفه بیا به چسب فلان بنابراین درک نمیکنن که شما در سنت های خودتون چیزای خوبم هم دارید چیزای بدم آن چیزهای خوب رو بگیری آن چیزهای بدی که مانع توسعه و پیشرفت و ارزشهای امروزیه بذارید کنار مگر همین سعدی ما که استاد سخنه مگه نفرموده چو زن راه بازار گیرت بزن وگر تو در خانه بنشین چو زن ما امروز انقلاب زن زندگی آزادی دیدید آیا سعدی میار امروز زنان ما میتونه باشه با اون می میبینیم نه این خوبش رو میگیرید اون بخش بدش رو ما نمیتونیم تفکیک کنیم ما همه رو چون بسته ای به ما دادن جناب مانی همینجوری بسته ای هم میخواد فیروزی رو با 48000 بیتش میخواد با 60000 بیتش میخواد حاضر نیستیم بگیم یه جاشم غلط یه جاشم ایراد داره بنابراین این, این بسته ای فکر کردن سبب شده که انسان هایی که در درون ایدئولوژی ها هم زندگی میکنن همینا اونا بسته ای فکر میکنن حاضر به تفکیک نقاط قوت و ضعف ایدئولوژیشون نیستن بنابراین آی پیتر برگر میگه که چون اساس سکولاریسم بر نوع روشنگری رونسانس مدرنیته و اینها بناه بنابراین یه دی خاص پاسداران اون هستن و در نتیجه مردم جامعه نسبت به اون شک و تردید دارن بنابراین باز هم گروهی بر توده های مردم سوار میشن اونها رو به این سمت میبرن که آقا ببینید این روشنفکران غرب زده میخوان ما رو بدبخت کنن بنابراین برگردیم به اون سنت های خودمون و بعد یکی دو مورد دیگر رو ذکر میکنه که حالا اهمیت نداره فقط خواستم عرض کنم موج سکولاریسم با خود ضد سکولاریسم هم میاره اما آی پیتر برگر معتقده در نهایت باز این سکولاریسم که موفق خواهد شد من ارزم تا اینجا تمام در نوبت بعد سعی میکنم اسنادی از زمانی ارائه بکنیم که یک حاکمی در مملکت ماست مدعی توسعه هست مدعی سکولاریسم مدعی رفتن به سوی تمدن بزرگه اما میخوایم ببینیم افکارش چه هست رفتارش چه هست و توصیه هایی که به جامعه میده چگونه راه معکوس رو به اونها داره نشون میده ارزم تا اینجا تمام بله بسیار سپاس دارم از شما از کنم که اشاره کردید دوست جا به قضیه کتاب های پارسی از جمله شاهنامه یا دنیاگرایی تاریخ ایران به ما نشون میده که برخی از پادشاهان گذشته ایران مثل کوروش اینها مردمانی دنیاگرا بودند دینگرا نبودند در دوره کوروش بزرگ هخامنشی هیچ دینی غالب بر حکومت نبود من یه سروده بلندی هم دارم 62 صفحه است از زبان کوروش بزرگ و در همون دوران دور دنیا گرایی باعث می شد که این حکومتگران دوره هخامنشی دائما حساب و کتاب جهان رو داشته باشن نه اون دنیا رو چیزی به نام اهورام مزدا بر اونها قالب نبود اگر هم در برخی جاها صحبت از مسائل دینی میشد بیشتر شخصی بود تا اینکه سر لوحه حکومت باشه از یک دوره خاصی به ویژه از نیمه دوم دوره ساسانی هست که میان اینا به هم گره میخورن و فردوسی در شاهنامه که هویت ایرانی و زبان پارسی رو بید. زنده نگه داشته داستان ها رو از آنچه که اتفاق افتاده یا افسانه ها رو بیان کرده اما هر جا به نظر خودش میرسه و از دیدگاه یک شاعر بزرگ هماس سرا سخن میگه کاملا دید زمینی داره و نصیحت میکنه و میگه که انسان باید جهانگرا باشد دنیاگرا باشد اما بحث ما اونجا نیست بحث ما سر این هست که اون بسته ای که شما میگی تحویل ما دادن این بسته رو اهل دین و سلاطین جمع کردن و تمام درزهاش را درز رو هم بستن تحویل ما دادن که ما اصلا جرأت نکنیم این بسته رو باز کنیم این بسته رو ما فقط مثل قرآن میگیریم مقدس است میذاریمش تو تاخچه خونه از زیرش رد میشیم عطس بزنیم نمیریم وقتی هم بخوایم بریم باید یه عطسه دیگه پشتش بیاد یا اینکه از زیر قرآن رد بشیم این همون بسته است آنچه که حکومت ها از خودشون ارائه میدن مثل حکومت جمهوری اسلامی برای نمونه یک پکیج یک بسته است میگه آقا همینه همه چیزم تو همین هست اصلا شما لازم نیست بازش کنید ما همه چیز رو برای خوشبختی شما در این دنیا و اون دنیا گذاشتیم تازه میگن این دنیا که محل گذر است محل آزمایش آدمی از سوی الله است بنابراین شما باید به فکر اون دنیا باشید این دنیا رو ما ترتیبش میدیم داریم در چنگال خودمون و همه اینا برمیگرده به یک موضوع و این موضوع البته مدرن هست اما سوابقش در اندیشه های ایرانی هم هست ما میبینیم یونانی ها هم مومه رو داشتن و فلسفه بزرگی داشتن شاعران حماسه سرای بزرگی داشتن ولی مدل زندگیشون اونا نبودن الیاد و اودیسه مدل زندگی مردم یونان نبود آنچه که فلاسفه میگفتند و قوانینی که مینوشتند مدل بود که اون قوانین بیشترش جنبه های سکولار داشت و سکولاریسمی که مردم ازش میترسن آخوندها و توده های کم دانش ازش میترسن وحشت دارن این در واقع شخصی شدن دین و مذهب است این با دین و مذهب کاری نداره که میگه آخو شما اصلا برو هر دینی میخوای داشته باش شما بهایی هستی شیعه هستی سنی هستی زرتشتی هستی مسیحی هستی کاتولیک هستی هر دینی که میخوای داشته باش یا نداشته باش بی خدا باش بی دین باش اما اینا امور شخصی توست مملکت ملک شخصی شما نیست مملکت زادگاه همه ایرانی هاست مال همه ایرانی هاست و همه ایرانی ها حتی شما متدینین باید در اونجا احساس آرامش بکنید و هیچکس حق نداشته باشه شما رو به صور شمشیر بیدین بکنه و شما حق نداشته باشید به صور شمشیر و قرآن و دین یا هر حدیث دیگری مردم رو مشاله کنید زیر پای خودتون و لگت کنید سکولاریسم معنای خیلی خیلی ساده و پیش پا افتادش رو اگر بگیم این است که آقا دین شما مال شماست اما مال شماست شما حق ندارید این رو تحمیل کنید بر دیگری بنابراین شخصی است دین امری شخصی حالا شما 20 میلیون مسلمانی 100 میلیون یک میلیارد مسلمانی باشید هر یک از شما به طور شخصی اون رو دارید کما اینکه خدا هم در وجدان کسی که به خدا باور داره یک پدیده شخصی است چون هر انسانی خدا رو همان گونه می‌بیند که خودش هست یا خودش به اون خدا نیاز دارد یک شکنجگر خداش با یک شکنجه شونده فرق میکنه خدای یک فقیری که نان نداره بر سفره خانوادش بگذارد با خدای یک آدم میلیارده فرق میکنه بنابراین یک جامعه توسعه یافته یک جامعه رها شده از تحمیل باورهای دینی و شخصی بر کل جامعه است امیدوارم شما رفع خستگی <applause> کرده باشین و ادامه بفرمایید ممنونم از شما جان مانی عزیز من این نکته بگم البته شرح و بستش شاید برای یک برنامه دیگری بشه ببینید در طول تاریخ ما ما پادشاهانی داشتیم که از دین حمایت نمی کردن. دلیلش برمیگرده به اینکه که آن قدرت فائقه رو در اختیار داشتند که نیاز نباشه متوسل به یک اتوریته دیگه بشن این یک مورده مورد دوم هزاست یعنی شما در دوران کوروش داریوش هزای دینی حاکم نیست در بین حکومت دیگر هم فضا این است که شاه نماینده خداست خدایان از اونها حمایت میکنند و اونها متولی یک دین نیستند در زمان ساسانیان خب داستان کاملا دگرگونه هم جامعه پیچیده تر شده هم اینکه پادشاهان ساسانی نیازمند این اتوریته دین بودن هم از درون هم در برابر با امپراتوری روم که مسیحی بود بنابراین اونها هم به این دامن می زدن. ما همین مسئله در صفویه داریم یعنی اگر فضای وجود دولتی مثل عثمانی نبود شاید صفویه با اون شدت و حدت به دنبال شیعه کردن ایران نیست به عنوان یک واحد کل یک پارچه اگر شاهان صفوی دارای قدرت برجسته‌ای بودند طبیعی بود که خودشون رو با روحانیت گرفته یا با تشیع گرفته پیوند نمی زدن. حالا بخشیشون اصلا خودشون رو به ساسانیان هم پیوند می دادن. بنابراین غالب پادشاهانی که در این فضا گرفتار میشن، شن منبعث از دو مسئله است یکی نبود یک آتوریته قدرتمنده یعنی فقط شما نمیتونید با زور بر مردم حکومت کنید بلکه باید نشون بدید این جایی که نشستید فقط با زور نیست امداد غیبی ماورا یا خداوند هم حق شما رو به رسمیت میشنست. و یا فضای بیرونی است که نشان بده فضای بیرونی ما امپراتوری مسیحی است یهودی است یا انواع و اقسام این حکومت ها از سنی گرفته تا دیگر فرقه های گوناگون که حکومت گرفتن پس ما هم نیاز داریم برای اتحاد یک معلفه جدید یک عنصر هویتی جدید برای ملت سازی یا امت سازیمون بسازیم و اون بسازی شیعه هست حالا این بحث بسیار درازدامنی است که اگر بشه در موردش بعدا بحث خواهیم کرد اما برگردی به یک نکته بسیار مهم در یک برهه تاریخی خب برای ما قابل پذیرشه که کوروش و داریوش و شاه اسماعیل و اینها چیزی از سکولاریسم نفهم چون مفهوم مدرن نیست مشکل در جایی است که فضای جهانی دگرگون شده کشورها از طریق سکولاریسم دارن به سمت توسعه نوسازی و پیشرفت میرن پادشاهی در مملکت ما قدرت میگیره که خودش از کودکی در سوئیس درس خوانده رفته کشورهای دیگر رو دیده به چند زبان هم ظاهرا بلد صحبت کنه حالا برمیگرده در ایران میخواد مملکت رو به سوی تمدن بزرگ ببره رفتار او گفتار او به نحوی که هیچ سنخیتی با این شش تعریفی که آی لری شاینر آورده نداره یعنی کسی که سعی بکنه فضا رو به سمت سکولار شدن ببره خب یه کتابی است در سال 1355 در زمان رژیم گذشته نوشته شده آی سید محمد باقر نجفی اینها رو جمع آوری کرده این کتاب هم حالا من میخونم این بخشا رو این کتاب تهیه شده در گروه تحقیق سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران و در تاریخ آذر ماه سال 2535 شاهنشاهی است یعنی دو سال قبل از انقلاب در این کتاب میخواد نشان بده پادشاه مملکت چقدر نسبت به اسلام علاقه داشته حالا من نمیدونم اینا برای خوشایند چه کسی نوشته بودن اما کسی که میتونه توسعه چیه نوسازی چیه سکولاریسم چیه از دل خوندن این کتاب اظهار تاسف میکنه گویی یک آیت الله داره صحبت میکنه من اخیرا یک برنامه در کلاپاس داشتم آیت الله در دربار و از همین کتاب نقل قول های آورد این رو میخونیم که عزیزانی که طرفدار نظام پادشاهی هستن بدونن این همون شطور سواری دلا دلاست از یک طرف ظاهر آراسته به سوی تمدن بزرگ اما نگاه میکنی نقشه را غلطه یا دوگانه است حداقل در ابتدا این گونه اشاره میکنه این کتاب این کتاب مختصر نمایش جلوه است از عظمت تاریخی و پایدار شاهنشاهی و دینداری در ایران اما سخن درباره اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر دومین شاهنشاه پهلوی فریدون اصر ماست که در اصر فرخوندش انقلاب شاه و ملت ایران را دگرگون ساخت و اندیشه های والای این انقلاب منظورش همون انقلاب های سال یک منظور اون انقلاب شاه و مردم و میهن و اصلاحات ارزی و این هاست. به نور فرهنگ ایرانی روشن است فرهنگی که رگه های اصلی آن یعنی هم فرهنگ ایرانی رگه های اصلیش چیه؟ حرمت به معنویت و دوری از مادیگری و اعتقاد به تعالیم عالی اسلام است در صفحه چهار خب بریم بعضی از این بیانات شاهنشاه رو بخونیم از بیانات شاهنشاه بهمن 2518 که میشه حدود 1338 تعالیم اسلامی همواره بزرگترین سرمشت و راهنمای ما بوده است و خواهد بود جامعه باید دارای معتقداتی باشد که از همه بهتر و آسانتر و آنچه میتوان مورد قبول عام قرار گیرد این است که روی اصل دین قوام داشته باشد دقت بفرمایید یعنی سکولاریسم که اساسش اینه که جامعه باید مظاهر دین رو کنار بذاره اعلی حضرت میگه خیلی جامعه باید برای اصول دین اسلام باشه و برای ما جای خوشبختی است که آیین ما دین مبین اسلام است یعنی متحجرترین اندیشه برای جای خوشبختی داره بعد میگه جامعه رو ببریم به این سمت در صفحه چارده بیانات دیگر ایشون سال 1347 یعنی دقیقا نگاه بکنید ده سال قبل انقلاب ها ده سال قبل انقلاب علاقه و خواست من این است که مراکز علمی ما یعنی دانشگاه ها مراکز علمی علم و تقوا را توام کنند و با الهام از تعالیم عالیه دینی و سرمش از حضرت امیر مؤمنان نسل های آینده ایران را چنان که باید به شایستگی تربیت کنه تا آنها نیز به نوبه خود به مملکت و ملت و ایدئال های بشری و انسانی خدمت نمایید خب شما میخواید مراکز علمی رو با سطح زندگی علیه در بیطالب و تعالیم او اداره بکنید اساس سکولاریسم اینه که تمام علوم باید وارد فضای اقلانیت بشه وارد فضای فایدهگرایی مدرن شدن به روز شدن بشه ایشون دنبال 1400 سال قبله یعنی الگویی که علی گذاشته ما وارد دانشگاه بکنیم هفتم اردیبهشت 1353 داره معرفی میکنه اعضای وزرا و کابینه رو تمام اینها در زیر یک چتر دینی باید انجام گیرد ببینید چهار سال قبل انقلاب جناب مانی اونایی که پادشاهی خواه هستن و معمولا هم کتابی هم عادت ندارن بخونن برن نگاه کنن ببینید کی این فضا رو دینی کرده خمینی که تو نجف بود سال پنج و سن حرفی ازش نبود تا یک سال قبل از انقلاب اعلی حضرت داره وزرای کابینه رو معرفی میکنه کسانی که باید کار توسعه رو انجام بدن کار نوسازی رو انجام بدن میگه آقا شما برید این کارهایی که باید انجام بدید زیر چتر دید انجام بدید این سخنان خمینیه بله بله من عرض کردم آیت اللهی در دربار یعنی اصلا قبل از اینکه خمینی و حالا من نمونه رو عرض کردم سال 38 سال 41 قبل از شریعتی هاست یعنی همون شریعتی که میگفت ما باید فاطمه رو الگو بکنی. علی رو الگو بکنین فقط اسمش بعد در رفته وگرنه اون آیت الله همین حرفا رو آقای محمد شاه میزه شما اگر مسئولی برای توسعه به وزرات باید این توصیه رو بکنی تمام اینها در زیر یک چتر دینی باید انجام گیرد باید کسانی که از مدرسه بیرون میآیند با دین بیرون بیایند خودم دردش رو به کی بگی های مانی یعنی این آقا میگه تازه بچه های مدرسه های ما وقتی از مدرسه فارغ و تحصیل میشن دیندار بشن بیان بیرون جناب سلمانی شما اون موقع نبودید بیاد ندارید شاه دوم پهلوی سپاه دین درست کرد یعنی تعلیمشون هم داد گروه اول و دومشون گویا اومدن وارد جامعه شدن سپاه دین در کنار سپاه دانش سپاه بهتاش و سپاهیان دیگری که تشکیل می شد بله ببخشید خواهش من در مورد سپاه دینم که شما فرمودید من اینجا دارم اسنادشو ولی حالا چون دیر مدت طولانی است اگر نیاز بود بزنیم برای بعد اگر رسیدیم در این جلسه می خب ایشون چه میگه این حرفا رو ببینید بیایم منصف باشیم واقعا ما نمیتونیم مشکلات انقلاب و اینها رو به گردن آخون بندازیم من زمانی میتونم باور کنم که فقط آخون مقصر بود که شماها، ها حداقل راه درست میرفتید کسی که فضای جامعه رو دینی میکنه طبیعیه من دارم از خیابان عبور میکنه یه گیشه روزنامه فروشی میبینم بر این چیزی که برای روزنامه ها هست چیست سخن علا حضرت وقتی نگاه میکنن که با تیتر درشت همینا رو نوشته اونجا که اسلام مترقی ترین دین است مردم ما باید از فلانی الگو بگیرن چی تو ذهن من میاد میگم پس آخونده بیراه نمیگه که اسلام ما چیز بدی نیست خوبه با دنیا و محیط امروز سازگاره چون اعلی هم که داره همینو میگه بعد میان میگن آخوند ما رو بدبخت کرد چپی ما رو بدبخت کرد راست استالین ما رو بدبخت کرد عزیز من. این استانی خودش تو درباره آخوند خودش تو درباره کی تو رو بدبخت کرد کسی که فضای جامعه رو بسته دو نفر منتقد رو نذاشته خب بله مردم جز صدای اعلی حضرت و دربار آخوند که چیزی نمیشنوه همش هم دارن یه چیزی میگن دین اسلام چیز خوبی است داره توصیه میکنه به افراد که آقا شما برید مدارس دینی بکنید خب ادامه بدیم ببینیم یه با سکولاریسم اصلا منطبقه یا ما معنی سکولاریسم رو نمیفهمیم یا نمیدونیم اون آقایی که داره این ادعا رو میکنه داره اشتباه میکنه برام این دفاع میکنه محبت کنید نام کتاب رو یک بار دیگر بیان کنید بفهمید کردم شاهنشاهی و دینداری نوشته آقای نجفی محمد باقر نجفی که اشاره کرده این رو به توصیه رادیو تلویزیون ملی ایران در سال 55 نوشته این کتاب و من در کانال کتابخونه تلگرام خودم هم قرار دادم چون خیلی از عزیزان استقبال کردن که آقا این کتاب ما بخونیم چی هست حالا جالب اینه که جناب مانی تو این کتاب دقیقا از کمک های علا حضرت به عطبات عالیات و امامزاده ها و اینا هم آورده که یه خیلی داستان جالبه که شما به عنوان یک دولت مرد به امامزاده های ریز و درشت کل کشورم داری کمک میکنی اونا رو بازسازی می‌کنی برای بره. اساس اساسی سکولاریسم که شما بیتفاوت باشی کاری نباید داشته باشی به اینا نهادهای دین باید جای خودشون باشن خودشون خودشون رو اداره کنن تازه مالیات هم بدن ما شما جیب خودت داری پول میدی حالا ادامه بدیم اگه رسیدیم حتما به اون موارد هم اشاره خواهم کرد تمام اینها در زیر یک چتر دینی باید انجام گیرن باید کسانی که از مدرسه بیرون میآیند با دین بیرون بیایند اینو چهار سال قبل از انقلاب داره میگه 1353 البته دین حقیقی اسلام نه مارکسیسم اسلامی که اصلا نمیدانم این دوتا کلمه را چطوری میتوانند پهلوی هم بگذارند درست میگه اسلام و مارکسیسم قابل جمع نیست اما نکته عجیبتر میدونید چیه که این آقا نفهمیده اسلام و توسعه هم قابل جمع نیست اسلام و سکولاریسم هم قابل جمع نیست اسلام و مدرنیته هم قابل جمع است. انسان احمق، انسان نیست انسان احمد انسانی است که قوه داوری نداره این توهین نیست دار. از زمان کانت وارد ادبیات فلسفی شده این بحث احمق احمق یعنی کسی که قوه داوری و حکم رو از دست میده یعنی من داوری میکنم به درستی که اسلام و مارکسیسم قابل جمع نیست بر. یکی دیگر یکی به دنبال معنویات و خیلی چیزهای دیگر. البته نقاط اشتراکی هم دارن ها. اما مهمتر از هر چیزی نمیفهمم که اسلام و توسعه هم قابل جمع نیست. اسلام و مدرنیته هم قابل جمع نیست. اسلام و پیشرفت و سکولاریسم قابل جمع نیست. ما گیر این افراد افتاده بودیم. به همین دلیلی که به مارکسیست ها عمل کردن فکر کنه اسلام رحمان است. اسلام با اوناست. و بعد که روحانیت فضای دینی جامعه رو در دست گرفت حالا انداختن گردن چپی ها راستی ها خب در صفحه 24 این بیانات علا حضرت خب در سال 35 دقت کنید سال 35 یعنی سال 41 که خمینی خودشون نشان میده با اون اعتراضات و بعد از اون شریعتی ها میان شش سال قبل از ظهور خمینی است نه اینکه خمینی نبوده بوده اما در سال 41 دیگه کارش جدی شد سال 35 ببینید شاه چی میگه 22 مردی بهشت به سال 35 باید تمام مردم را به رعایت و تبعیت از کلیه اصول و احکام دین مبین اسلام وادار کرد زیرا کسانی که به مملکت و حیثیت و شرافت ملی خود علاقه دارند همیشه احکام قرآن و دستورات پیامبر اسلام را نسبل العین خود قرار داده و از اطاعت و انجامان قفلت نمی ایشون شیش سال قبل از خمینی می گفت ما باید مردم رو وادار بکنیم به اصول و احکام اسلام صفحه 22 و 23 ادامه بدیم باز هم سال 29 ما که پیرو دین مقدس اسلام هستیم باید برای رسیدن به کمال مطلوب خود و بست عدالت اجتماعی جدیت کنیم که اصول و موازین مقدسه دین حضرت خاتم و نبی این کاملا رعایت و اجرا گردن یعنی چون عدالت رو ببین یعنی نکته دقیق اینجاست خب ما میدونیم عدالت در درون ایدولوژی معنای خاصی داره کتب دینی هم یه معنا مستاق از عدالت میدن سکولاریسم هم یک معنا از عدالت میده ایشون عدالت رو در مفاهیم سکولار نمیبینه در دین میبینه یعنی میگه ما میخوایم عدالت اجرا بشه و این عدالت همون چیزی است که در اسلام وجود داره یعنی عمق فاجعه شما دقت کنید نهادها کاملا میشن غیر سکولار تربیت و آموزش و پرورش غیر سکولار نوع ارزش ها غیر سکولار به همین دلیل که رژیم گذشته یک پا در سنت داشت یک پاش هم میخواست وارد جهان مدرن بشه وقتی شما پاتون رو به اندازه 1400 سال باز میکنید مشکلات بزرگی ایجاد میشه و عواقبش به هم کاهید دید خب. در سال 32 سر لوحه اصلاحات اجتماعی ما ترویج شعائر دین مبین اسلام و تحکیم مبانی مذهبی است در صفحه 32 دوباره در سال 33 لازم است که شعائر دین مبین اسلام که در راه ترقی و سعادت یگان راهنما و حافظ ماست پیوسته مد نظر باشه آقا در توسعه چه رفتی به اسلام داره چه رفتی به شعائر دین اسلام داره که ما 1400 سال قبل در سال 35 نه همه قبل از دوران خمینی و افراد دیگر دیدیم هم از سه چار سال قبل از انقلاب خوندیم هم از چند سال قبل از وجود خمینی و در واقع ظهور خمینی بگیم شریعتی ها و دیگر باید تمامی مردم را به رعایت و تبعیت از کلیه اصول و احکام دین مبین اسلام وادار کرد ادامه بدیم دوباره مفهوم عدالت رو چگونه معنا میکنه سال 42 دین ما موقعی پیدا شد و پیغمبر ما حضرت رسول اکرم صلی الله موقعی احکام خود را بر ما ابلاغ فرمود که قسمت اعظم جهان در حال بربریت و وحشت زندگی میکرد یعنی همون حرفی که آخونده میزنن دیدی که تا اسلام نیامده بود شما مثلا هیچی نداشتید بربر بودید وحشی بودید و اینا علا حضرت داره میگه آقا تا زمانی که اسلام نیومد ما ایرانیان در حال توحش بودیم در حال بربریت بودیم روم و مصر و همه جا در حال توحش بود ایشون حالا آمد خب او جامعه را با نور الهی خود روشن کرد این عدالتی که ما میگوییم عدالت اوست دقت کنید ارزش هایی که از سکولار بودن خارج میشه میره وارد فاز الهیاتی میشه که عدالت عدالت الهی ارزش ها آزادی آزادی دینی این راهی که ما میرویم راه اوست و هر کس غیر از این بگوید یا از دین خبر ندارد یا متاسفانه غرضی دارد بله یعنی بغیر این نگید ما می همون ادالت اسلامی باشه صفحه 46 آنقدر از این مسائل زیاده جناب مانی حالا وقت برنامه هم در حال اتمامه که ببینید ادعای یک گروهی این است که ما یه پادشاهی داریم اساسش بر مدرن بودن و سکولار بودن اما وقتی اسناد رو نگاه میکنید بینید می نه او به دنبال این نیست که سکولاریسم رو فهم کرده باشه وگرنه از این حرفا نمیزنه از این دستورات نمیده حالا جالب اینه که جناب مانی من یه نکته هم اینجا بخونم دستوری که ایشون به رادیو تلویزیون میده چون در همین کتاب آمده شاهنشاه میفرمایند در صفحه 210 به دستگاه های تبلیغاتی دستور می دهیم که قرآن و تعالیم مذهبی را از طریق رادیو تلویزیون ارائه دهند تا مردم به اسلام تشویق شوند در صفحه 210 آیا این آقا سکولاره؟ یا داره به سمت سکولاریسم میره؟ یعنی من رادیو تلویزیون رو بگم شما برای تشویق مردم برنامه مذهبی پخش کنید و فلان کنید ببینید مشکل ایناست یه سلطنت طلب که غالبا هم کتاب نخواندن اینا رو نمیفهمند که اشکال کارشون در کجا بوده روزی که آقای دکتر داریوش و همایون آمد و در همین رسانه ها گفت که در زمان اعلی حضرت مساجد از فلان شدن فلان داستان تمام نشد این مساجد نیروی خودش رو تولید میکنه فکر خودش رو تولید میکنه گروه های خودش رو ایجاد میکنه فضا رو دینی میکنه شروع کردن به فحاشی به اون آقا آقا شما چرا دروغ میگید خب این کتابی که خودتونه دو سال قبل از انقلاب نوشتید به مردم دادید که نشان بدید اعلی حضرت چقدر به اسلام پایبنده از دل این پادشاه سکولار بودن بیرون نمیاد چون او تمام فضای جامعه رو داره دینی میکنه یه جاهایی هم البته سعی کرد اونو کنار بزنه ولی مسئله جناب مانی تعارضه مثل همین تعارضی که ما داریم با استبداد دین مقابله میکنیم اما استبداد دربار رو یعنی شطور سواری دلا دلا استبداد دین بده استبداد دربار خوبه چون علا حضرت شیکوپی که لباس خوب میپوشه نمیدونم فر فرانسوی صحبت میکنه استبداد این خوبه نه. همین دلیله که ما متاسفانه گیر انسانهایی افتادیم که اصلا نمیدونن کدوم مسیر رو میخوان برن و راه رفتنش به چه نهدیست اقلانیت در امر سیاسی همین یعنی استفاده از بهترین ابزار برای رسیدن به هدفتون اگه هدف توسعه بود مدرنیته بود پیشرفت بود با این نوع دستورات شما نمیتونید رو به سمت اون حرکت بکنید سهله که فضا رو آماده میکنید برای دشمنان خودتون که از این فضای دینی به بهترین استفاده استفاده ممنونم از شما خیلی هم صحبت کرده یک نکته رو خدمت دوستان بیننده بدم در همون زمانی که محمد رضا شاه پهلوی این کتاب رو حالا دیگران براش نوشتن خودش امضا کرده یا خودش نوشته تحویل مردم میده زمانی است که علی دشتی تو تهران تو مجلس بیخ گوش محمد رضا احمد کسروی تو تهران تو ایران با شاه هم رفت و آمد داره و کسانی از این دست که بارها به شاه تذکر دادند که آقا شما دارید عوضی می روید این آخوندها سر کار خواهند آمد اون وقت و ایران رو ویران خواهند کرد صادق هدایت همین حرفا رو میزد که اکنون شما می زنید با زبان دیگری همه اینا رو یا کشتن یا زندانی کردن یا فراری دادن یکی دوتا هم نبودن آنهایی که موندند دورور دربار یا در درون دربار همین هایی بودن که به دربار شکل می دادند یعنی جناب مانی ببینید رئیس دفتر خانوم فرع پهلوی سید حسین نصر یک شخص سنتگرا با اون نگاه خاص ضد مدرنیته ضد توسعه اینا دور بر اینا نتیجهش چیزی غیر از این نمیشه که نگاه ما یک نگاه دوگانه است که در نهایت اون درشکه رو از بین خواهد بود بفرم بله وقت ب... وقتی برنامه تمام شده میزنیم برای هفته آینده دنبال میکنیم چون همه اینا سند است واقعیت دارد نه تبلیغات است نه دروغ ساخته است همش واقعیت داره سیاه روی سفید و کسانی که بخواهند دریابند که قابل فهم کتاباش هم هست میتونن برن تاریخ و برق بزن حداقل تاریخ همین پنجا سال گذشته رو برق بزنن اونایی که نمیخوان بفهمن شما اگر تمامی فلاسفه جهان رو بیارید به عنوان شاگرد یا استادشون در کنارشون بنشانید اینا نمیخوان بفهمن چون اینا منتظر یک رؤیاهایی هستن که در سردارن که برن در اون رویاها به صورت واقعی زندگی کنن بگیر و بکش و بزن و بچاپ و صفا کن گور پدر بقیه همون اتفاقی که افتاد و حکومت افتاد دست آخوندا و همین اتفاقی که الان در زمان آخوندا داره تکرار میشه تا ببینیم حکومت این بار دست چه کسانی خواهد افتاد و ترفند تاریخ یا ظرافت تاریخ در اینه که هرگاه حکام در برنامه ها و ایده ها شکست میخورن اینو میندازن گردن مردم این پنج و ها, این چپیا این مجاهدین این مارکسیست ها فلان هر جا که پیروز میشن برای خودشون جشن میگیرن الازده چون این فرمود الازده چون این تاوش بر سرنات و چون این کارهایی کرد دست باید برداریم از این یک سوی نگری از این بنیادگرایی و از این دروغ پردازی بزرگ خب مردم مانند حکامشون می شوند و مردم رو حکام می توانند رهبری کنند اگر خود از درون مردم برخواسته باشند ولی اگر منتخب مردم نباشند تحمیلی باشند خب مردم رو هم تغییر بدن و این مردم حقشونه انقلاب کنن مگر اکنون سلطنت ها مردم رو دعوت به انقلاب نمیکنن خب در زمان شاه هم یک عده دی، یک ادده دیگری مردم رو دعوت به انقلاب کردن حالا از کجا معلومه که این بهتر از اونه یعنی بازگشت به گذشته و یک بار دیگه با در آینده ورود به حکومت جمهوری اسلامی یا هر چیز دیگری بنابراین این داستان سر دراز دارد ما دنبال میکنیم وقت برنامه تمام شده یک دنیا از شما سپاس دارم که براستی زحمت میکشید ما همچون شما یکاش دویست نفر میداشتیم که از همه جوانه با مردم سخن بگویم البته روشنگران ایران شاید به چندین هزار میرسند اما یا در داخل جرأت نمیکنن حرف بزنند یا در بیرونن مسالهشون رفت و آمدهاشون و منافعشون اجازه نمیده زبان بگوشاین بنابراین همه بار افتاده روی دوش هفتش ده پونزه نفر و برای بعضی ها واقعا بار بیشتر امیدوارم که روشنایی به همه جای ایران برسه و بدرود تا برنامه آینده شادکام باشه